در ده روز پیش زمین لرزه‌ای به قدرت 7.3 ریشتر بخشای غرب کشور ایران رو به شدت لرزاند. قدرت این زمین لرزه تا حدی بود که در مناطق بسیار دوردست حس شد. در روزهای اخیر بحث زیادی مطرح بوده که مسکن مهر باعث مرگ افراد شد یا در شهرهای مختلف دور و نزدیک نسبت به سرپل زهاب سازه هایی که در پنجاه سال اخیر ساخته شده اند باعث از بین رفتن جان مردم شده اند. اما بیاییم واقعیت رو در نظر بگیریم آیا تیراهن، سیمان، سنگ، قلب سنگ به تنهایی امکان گرفتن جان مردم رو دارند؟ یا سازه هایی که بدون در نظر گرفتن استانداردهای ساختمان سازی به هم چفت و وصل شده اند به هنگام وقوع زمین لرزه نتوانستند چفت و بست بسیار شل خود را حفظ بکنند و بر سر مردمان آن دیار خراب شدند آیا عدم احساس مسئولیت سازندگان بناها باعث مرگ افراد شد یا زمین لرزهی که خیلی ها منتظرش بودند در نظر بگیرید که حرکت دائمی قطعات پوسته زمین باعث بروز زمین لرزه می شود. فکر نکنید زمین لرزه چیز عجیبی هست از ابتدای تاریخ این کره خاکی وجود داشته از زمانی که قطعات پوسته حرکت کردند از زمانی که قطعات پوسته عربستان به سمت پوسته ایران مرکزی در حرکت بودند از زمانی که فشارهای زیادی به صفحه ایران مرکزی وارد شده و باعث چین هایی در مناطق زاگروس و یا البرز شده اگر وجود این فشارهای دائمی نبود ایران سرزمینی که امروز میبینیم نمی‌بود. پس وقتی درباره زمین لرزه صحبت میکنیم فکر نکنیم که زمین لرزه هست که جان مردم رو میگیره این مردم هستند که جان مردم رو میگیرند نبود مسئولیت پذیری در کشور ما یکی از مجموعه عواملی است که باعث میشه جان افراد به این راحتی گرفته بشه و فقط برخی ها مثلا مسکن مهر رو مسئول میدونن برخی ها مقام های این دولت و مقام های آن دولت را دیدید که این زمین لرزه در مناطق غربی کشورمون اتفاق افتاد که تراکم جمعیتی بسیار کمتری نسبت به تهران بزرگ دارد تهران بزرگ در محاصره چند گسل بزرگ قرار داره قطعات مختلف زمین دارن دائما حرکت میکنن و بایستی منتظر بروز یک زمین لرزه بزرگ در محدوده تهران باشیم سالهاست گفته شده که روش ساختمانسازی و ایجاد خیابانها در تهران بسیار غیر استاندارد هست حدود 21 سال پیش گزارش مشترک ایران و ژاپن نشون میداد که اگر زمین لرزه بسیار قدرتمند در تهران واقع بشه به احتمال زیاد میزان خسارت جانی بالاتر از 200 تا 300 هزار نفر خواهد بود و اگر یکی از گسله های جنوب تهران و یا مشافشم عاملش باشن بایستی منتظر بروز یک فاجعه انسانی باشیم سالهای سال هست که قواعد و استانداردهای ساخت ساختمان ها بروز شده و بهتر شده اما آیا به راستی این استانداردها رعایت شدند؟ تا وقتی شاهد بروز چنین فجایعی هستیم باید بگویم نه و تا وقتی مسئولیت پذیری وجود نداره این فجایع ادامه پیدا می کنند و اگر همین امروز زمین لرزهی به قدرت هفت ریشتر 20 ثانیه سی ثانیه تهران بزرگ رو بلرزونه بایستی با بسیاری از عزیزانمون ناخواسته خداحافظی کنیم کسانی که امیدوار بودند در های مناسبی زندگی کنند. کسانی که هزینه بسیار زیادی متقبل شدند برای خرید خانه هایی که متاسفانه نامناسب بودند. خانه هایی که با پرداخت رشوه مهندسان توانستند از شهرداری پایان کار بگیرند. فساد در کشور ما بیداد میکنه. و تا زمانی که مسئولیت پذیری وجود نداشته باشه این فساد بیشتر از خود زمین لرزه آدم خواهد کشت. تعداد کسانی که به واسطه زمین لرزه ها جانشون از دست میره رو در نظر بگیرید به خاطر خود زمین لرزه نیست. اگر شما زمین لرزه اتفاق بیفته و در دشت ایستاده باشین احتمالا آسیب زیادی بهتون نخواهد رسید. اما در ساختمان های سستی که در شهرهای بزرگ ما ساخته شده اند، اگر درون اونها باشید متاسفانه بایستی برای خودتون فاتحه بخونید. خیلی ها در روزهای اخیر معتقد بودند که بروز زمین لرزه در منطقه غرب کشورمون در محدوده سرپل زهاب به واسطه صدهایی بوده که در اون منطقه قرار داشتند. البته این رو نبایستی نادیده بگیریم که وقتی صد در جای نامناسب ساخته بشه و آب بتونه به درون گسل نفوذ بکنه میتونه کمک بکنه به تسریع یک زمین لرزه و اثری ماشعی داشته باشه اما چنین موردی زمانی قابل بحث است که عمق شکستگی یا کانون زلزله یا زمین لرزه بیشتر از چند صد متر یا چند کیلومتر نباشه اما وقتی عمق محل شکستگی و آزاد شدن انرژی چیزی حدود 25 کیلومتری باشه زمین لرزه شناسان معتقدند که این به واسطه یه حضور صد نبوده با این حال باید بدونیم که اگر ساخت سدها و سازه های مهمی که آب رو در نقطه ای جمع می کنند بدون در نظر گرفتن شبکه گسلی انجام بگیره ممکنه خسارتهای زیادی در آینده به بار بیاد از چند منظر به این مسئله نگاه کنیم اگر صدی رو بر محل شکستگی گسل بسازیم به احتمال زیاد به هنگام بروز زمین لرزه بعدی اگر اون گسل فعال بوده باشه بخشی از صد ممکنه بشکنه و یا اگر بخش عمده ای از دریاچه یا مخزن سد در یک دره گسلی باشه امکان درز رفتن آب وجود داره و فرار بخشی از آب به همچنین به واسطه شکستگی بیش از حد سنگهای اون منطقه با چند سیل بسیار قوی ممکنه بخشی از سد بخشی از دریاچه سد به وسیله رسوبات دانه درشت پر بشن چرا که ترک خوردگی های بدنه کوه ها باعث شده که بسیاری از این سنگ ها سست بشن و با وروز یک بارندگی بسیار قوی چند روزه ممکن خیلی از اینها شسته بشن به درون دریاچه صد و به این واسطه بخشی از دریاچه صد عملا پر بشه و عمر صد هم کوتاهتر بشه هفته پیش این وقت رو داشتم که بتونم به مناطق مختلف جنوب غرب آمریکا برم و از نزدیک مسائل مرتبط با خشکسالی و بحران آب رو ببینم در این سفر توانستم به یکی از مهمترین سدهای جنوب غرب آمریکا یعنی سد هوور برم صدی که بسیاری معتقدند الگوی سدسازی در مناطق مختلف کشورهای جهان سوم هم بوده صدی که در دهه سی ساخته شد در مدت زمانی بسیار کوتاه در نظر بگیرید که وقتی سدهای بزرگ در کشور ما ساخته میشن ممکنه دو دهه ساختشون طول بکشه و همین مسئله باعث از بین رفتن بخش عمده ای از منابع مالی میشه سد گتفن رو در نظر بگیرید که در سال 1376 ساختش شروع شد و در سال 1390 آبگیری شد یعنی 14 سال مجموعاً طول کشید اما سد هوور گفته میشه در طی 4 سال ساخته شد نکته مهم در مورد سد هوور این بود چیزی که لاقل از نزدیک دیدیم که سطح آب تقریبا 40 متر پایین اومده بود اگر این رقم درست باشه یعنی حجم بسیار بزرگی از سد موجود نیست سد دیگری نیست که بر رودخانه کالورادو ساخته شده بود و اون رو هم از نزدیک دیدیم سد پاول بود در ابتدای گراند کنین این سد هم تا حدی آب کمتری رو در خودش نگه داشته بود کارشناسان معتقدند که در گذر زمان کارایی این سدها کاهش پیدا کرده و دولتهای ایالتهای مختلف مجبور هستند که با در نظر گرفتن کمبود میزان منابع آبهای جاری راههای دیگری رو پیدا کنند برای رفع مشکلات در هنگامه خشکسالی و بحران آب در این باره البته بیشتر هم به نقاط مختلف آمریکا سر خواهیم زد اما علت توجه بیشتر به منطقه جنوب غربی آمریکا این هست که از منظر اقلیمی شبیه مناطق کشورمون هست مسئله مهمی که در این مناطق هم از نزدیک دیدیم این بود که بسیاری از مراتع جنوب غرب آمریکا برعکس مراتع کشور ما از بوته و سبزی و چیزهای مختلف خالی نبودند مراتع این مناطق کاملا حفاظت شده بودند و اجازه چراب داده نمیشد مگر در محدوده بسیار خاصی که ممکن بود یک دامدار بخشی رو خریده باشه و اونجا رو برای چرای دامش در اختیار دامهای خودش گذاشته باشه این مسئله باعث میشه که بخش عمده ای از مراتع خاکشون تثبیت بشه و در هنگامی که بارندگی های شدید اونجا میاد و سیلاب جاری میشه بخش عمده خاک از بین نره برعکس کشور ما که میزان شسته شدن خاک های سطحی بسیار زیاده در برنامه های بعدی آوانگان به تدریج گفتگوهای مختلفی که با کارشناسان انجام شده رو با هم خواهیم دید و شنید تا درودی دیگر بدرود